سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز جمعه ششم ماه اسد سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 27 ماه جولای سال 2012 میلادی. رئیس جمهور کرزی در فرمان به تمامی نهادهای دولتی دستور داده است تا آوردن اصلاحات و مبارزه جدی را با فساد تا چند ماه دیگر در اولویت کاریشان قرار دهند. بر بنیاد این فرمان رئیس جمهور کرزی که دارای 33 بخش و 163 ماده است، تمامی نهادهای دولتی کشور موظف به اقدامات جدی در آوردن اصلاحات در بخشهای حکومتداری، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و خودکفایی اقتصادی شدند. رئیس جمهور کرزی یک ماه پیش در نشست با قوه‌های سگانه افغانستان در شورای ملی تعهد کرد که دیگر مصلحت‌گرایی نکند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. رئیس جمهور کرزی یک ماه پیش در نشستی با قوای سیگانه افغانستان در شورای ملی تعهد کرد که دیگر مصلحت گرایی نخواهد کرد و مبارزه با فساد را با جدیت دنبال خواهد کرد. بر بنیاد همان تعهد برای آوردن اصلاحات در اداره های دولتی فرمانی را صادر کرد. رئیس جمهور کرزی در بخش اول و ماده دوم این فرمان خواستار آوردن برخی اصلاحات از سوی دادگاه عالی شده است. از استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا به عمل می آورم در خلال مدت 6 ماه تمامی دوسیه های تحت دوران قضایی را به خصوص دوسیه های مربوط به فساد اداری، غصب زمین و قتل های زنجیره ای را فیصله و نهایی نماید. رئیس جمهور کرزی در این فرمان خواهان نظارت شورای ملی است عملکرد حکومت شده است و از این شورا خواسته است که در مدت 4.5 ماه تمامی طرحهای قوانین، فرامین تقنینی و موافقتنامه های ارسالی حکومت را تصویب نماید. از شورای ملی من حیث عالی ترین ارگان تقنینی کشور تقاضا به عمل می آورم تا در ایفای وظایف و اعمال صلاحیت های خیش با در نظر داشت مصالح عمومی و منافع اولیای مردم افغانستان به پیشنهادهای عاجل و تقاضاهای مشروع و معقول حکومت ارجیت داده، در عین حالی که از اعمال حکومت نظارت به عمل می آورد در راه تعمیل سالم قوانین و تطبیق بهتر و به موقع پروژه های انکشافی با حکومت همکاری و مساعدت نماید. در همین حال رئیس جمهور کرزی به گونه جدی از مقام‌های بلندپایه دولت خواست است تا پس از این از پشتیبانی قانون شکنان و مجرمان دست بردارند. مقام‌های عالی رتبه دولتی از حمایت قانون شکنان، مجرمین، مفسدین و گناهکاران دوری جویند. به ارگان‌های عدلی و قضایی کشور هدایت داده می‌شود تا در صورت مشاهده چنین موارد صرف نظر از سمت و پست دولتی در مورد اشخاص مداخله کننده اجراءات جدی قانونی نمایند. در این فرمان رئیس جمهور کرزی بر گردآوری جنگ افزارهای غیر قانونی نیز به گونه جدی پرداخته شده است. موجودیت اصلی غیر مجاز باعث وقوع حوادث خونین، استعمال زور، غصب زمین، تجاوز بر حقوق دیگران، انحراف از تصامیم مراجع رسمی، برهم زدن نظم و تأمین عدالت گردیده است. به منظور زدودن این پدیده منفی به وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی وظیفه سپرده می شود تا در جمع‌آوری اصلی غیر قانونی با جدیت اقدام نموده متمردین و غاصبان را غرض تعقیب عدلی به مراجع مربوط معرفی و گزارش خیش را طور ماهوار به ریاست جمهوری ارائه نمایند. در این فرمان رئیس جمهور از لوی سارنوالی خواسته است تا کارهایشان را به گونه پیش ببرند که بیانگر اصلاح خودشان باشد. عموم سارنوالیان کشور معذفند تا وظایف و صلاحیت هایشان را طور اعمال نمایند که نماینگر اصلاح خودشان و باعث اصلاح کارمندان دولت و افراد جامعه گردد. در این راستا وظیفه اداری عالی مبارزه علیه فساد اداری، پلیس جنایی، امنیت ملی و تفتیش می باشد تا به حیث امکار سارنوالی نه به حیث ادارات موازی در راه به دست آوردن دلایل، اسناد و شواهد جرمی با اداره لوی سارنوالی همکاری نموده، عناصر قانون شکن و آلوده با فساد را شناسایی و غرض تعقیب عدلی به لوی سارنوالی معرفی نمایند. در بخش دوم این فرمان رئیس جمهور کرزی خواستار آوردن اصلاحات در وزارت دفاع ملی شده است. وزارت دفاع ملی معذف است طی مدت 2 ماه در همکاری با وزارت‌های مالیه، اقتصاد و عدلیه میکانیزم تجدید نظر شده شفاف و مکمل امور تدارکاتی آن وزارت را ترتیب و به شورای وزیران ارائه نماید.
در همین حال گزارش دادن نیازمندی های قوای هوایی تا 3 ماه دیگر، بازنگری طرح تعبیه نیروها در روشنی روند انتقال تا 6 ماه دیگر و انتقال زندانیان و زندان بگرام در زمان تعیین شده از دیگر دستورهای رئیس جمهور به وزارت دفاع ملی هستند. در بخش 3 این فرمان رئیس جمهور کرزی برای آوردن اصلاحات فوری به وزارت امور داخله دستور داده است. وزارت امور داخله مکلف است طی مدت 2 ماه تمامی فیصله های محاکم به خصوص فیصله هایی را که در رابطه با غصب ملکیت های عامه و خصوصی نهایی و با آن وزارت ابلاغ گردیده است عملی و گزارش کتبی اجراءات خود را به ریاست عمومی اداری امور و دارالانشای شورای وزیران ارائه نماید. طی مدت 3 ماه تشکیلات پلیس محلی را بررسی مجدد نموده، ساختارها و گروه‌های موازی با آن را طبق فیصل‌های قبلی شورای امنیت ملی به پلیس محلی مدغم و به شورای وزیران گزارش ارائه نماید. در بخش 4 این فرمان رئیس جمهور کرزی برای آوردن اصلاحات به وزارت امور خارجه دستور داده است. وزارت امور خارجه موظف است طی مدت 3 ماه تمامی تخطیهای قانونی، شکلی و محتوایی را که در موقع انعقاد موافقتنامه‌های بین المللی صورت گرفته است مطالعه نموده، لیست وزارت‌ها و ادارات را که بیش از 2 بار به تخطی از قانون معاهدات بین المللی مبادرت ورزیدن به شورای وزیران ارائه نماید. در همین حال رئیس جمهور کرزی خواهان بررسی تمامی نمایندگی‌های سیاسی در بیرون از کشور نیز شده است. در بخش 5 این فرمان رئیس جمهور کرزی برای آوردن اصلاحات به وزارت عدلیه دستور داده است. وزارت عدلیه معذف است طی مدت 2 ماه بورد حقوقی ترجمه قراردادها، میثاقها و سایر اسناد بین المللی را فعال سازد. طی مدت 3 ماه قانون تشکیلات اساسی حکومت را به همکاری ریاست عمومی دارالانشای شورای وزیران و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بازنگری و به شورای وزیران ارائه نماید. در بخش 6 این فرمان رئیس جمهور برای آوردن برخی اصلاحات به لوی سارنولی دستور داده است. طی مدت 1 ماه تمام اشخاصی را که در توقیف خانه ها به سر میبرند توسط سارنولی های مربوط بررسی از توقیف بدون مدرک اثباتی جلوگیری و لست مکمل اشخاص تحت توقیف را با توزیع اتهاماتشان به کمیته عدلی و قضایی ارائه نماید. اعتبار از تاریخ صدور این فرمان مقرری رؤسای سارنولی ولایات مانند رؤسای وزارتها و سایر ادارات به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد گردد. در بخش 7 این فرمان رئیس جمهور کرزی برای اداری عالی مبارزه با فساد اداری دستور داده است. اداری عالی مبارزه علیه فساد اداری معذف است طی 2 ماه از تطبیق شاخصه های مندرج استراتژی مبارزه علیه فساد اداری را در ادارات دولتی و بخش های خصوصی مورد نظارت قرار داده نتایج آن را به مقام ریاست جمهوری ارائه نماید. در همین حال رئیس جمهور کرزی به این اداره دستور داده است که تا 6 ماه دیگر تمامی داراهی های مشکوک مقام های دولتی و نهادهای خصوصی را بررسی نموده و از نتایج آن در هر 2 ماه 1 بار به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد. در همین حال رئیس جمهور کرزی در این فرمان کمیسیون مستقل انتخابات را موظف ساخته است که تا 1 ماه آینده طرح ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 را آماده سازد و به شورای وزیران ارائه کند. رئیس جمهور کرزی ریاست مستقل ارگان‌های محل را نیز موظف ساخته است که تا 1 ماه پست‌های والیان را در دوباره ارزیابی کند و درباره اصلاحات لازم پیشنهادهای مشخصش را برای ریاست جمهوری بسپارد. شهلا مرتضایی گزارش می‌دهد. بر بنیاد این فرمان تازه، رئیس جمهور کرزی تا 1 ماه آینده به کمیسیون مستقل انتخابات چنین وظیفه سپرده است. کمیسیون مستقل انتخابات موظف است طی مدت 1 ماه طرح ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری در سال 1393 را ترتیب و به شورای وزیران ارائه نماید. طی مدت 3 ماه برنامه انتخاباتی شفاف و منظمی که مشارکت مردم را تضمین نموده بتواند تهیه و جدول زمانبندی جامع انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی و شوراهای ولایتی را ترتیب نماید. در این فرمان رئیس جمهور کرزی ریاست مستقل ارگانهای محل را موظف ساخته است که تا 2 ماه با همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی پوستهای معاونان ولایت را بر رقابت آزاد گذاشته در استخدام کادرها اقدام نماید.
ریاست مستقل ارگان‌های محل موظف است طی مدت 6 ماه به همکاری وزارت‌های اقتصاد، مالیه، امور داخله و سایر نهادهای زیربط مکانیزم تعویض فعالیت تیم‌های بازسازی ولایتی و انطباق آن با ساختارهای موجود دولتی را ترتیب و به شورای وزیران ارائه نماید. رئیس جمهور کرزی در این فرمان ریاست عمومی اداری امور دارالانشای شورای وزیران را موظف ساخته است تا در 2 ماه طرح طرزالعمل تنظیم سفرهای مقامهای بلندپایه دولتی را به شورای وزیران ارائه کند. ریاست عمومی اداری امور و دارالانشای شورای وزیران موظف است طی مدت 2 ماه لست تمام فرامین و احکام مقام ریاست جمهوری و مصوبات شورای وزیران را که لا اکنون لا اجرا باقی مانده به تفکیک وزارت‌ها و ادارات زیربط ترتیب به شورای وزیران ارائه نماید. طی مدت 3 ماه به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تشکیلات حکومتی را بازنگری نموده طرح از بین بردن، ادغام و اصلاح ادارات موازی را با ذکر موارد مشخصی آن به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد نماید. طی مدت 3 ماه به همکاری وزارت عدلیه طرح پالیسی حقوق و امتیازات استمراری اراکین بلند رتبه دولتی را که بعد از تکمیل دوره خدمت بیکار می‌گردند ترتیب و به شورای وزیران ارائه نماید. بر بنیاد این فرمان رئیس جمهور کرزی وزارت معارف را موظف ساخته است در 6 ماه تمام مکتب‌های خصوصی و دولتی را زیر ارزیابی قرار دهد و معیاری ساختن مکتب‌هایی که خلاف پالیسی‌های معارف کشور فعالیت می‌نمایند و یا کیفیت تدریس در آنها معیاری نمی‌باشد به گونه جدی اقدام نماید. رئیس جمهور کرزی در این فرمان وزارت اطلاعات و فرهنگ را موظف ساخته است که در 2 ماه پلان عملی هماهنگ شده میان نهادهای زیربط به شمول والی ولایت غزنی درباره بهبود کار مرکز ثقافت اسلامی در شهر غزنی را به شورای وزیران ارائه کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ موظف است طی مدت 2 ماه طرح مشخص به خاطر کنترل کیفیت و وضع معیارهای حداقل برای نشرات رسانه‌های دولتی و خصوصی را به شورای وزیران ارائه نماید. طی مدت 3 ماه در مورد تقویه زبان‌های ملی، لهجه‌ها، اصطلاحات ملی، حذف اصطلاحات نامانوس بیرونی از ادبیات معمول کشور، تحکیم وحدت ملی، رعایت رسوم و عنعنات پسندیده افغانی و انعکاس فرهنگ غنی کشور از طریق رسانه‌های جمعی دولتی و خصوصی اقدام به شورای وزیران گزارش ارائه نماید. طی مدت 6 ماه پالیسی حفظ نگهداری و ترمیم آثار باستانی را ترتیب به شورای وزیران ارائه نماید. در همین حال رئیس جمهور کرزی در این فرمان وزارت حج و اوقاف، صحت عامه و تحصیلات عالی را موظف ساخته است تا 6 ماه در وزارت‌هایشان اصلاحات را به میان آورند.